یزدانشناس، من لازم به ذکر بگم که ایشون قبل از اینکه جنگ بشه یک پرواز تست هم داشتن که در این پرواز تست جفت موتور از دست دادن، برای اطلاعتون، و اینقدر پای این هواپیما موند و با هواپیمایی رو که جفت موتوراش از دست داده بود اینقدر باش مبارزه کرد تا این رو نزدیکی های دو کوهه دیگه تقریبا قبل از اینکه زمین رو تاچ بکنه ازش پرید بیرون، و اینقدر این هواپیما رو خوب تیریم کرد بود و خوب نگه داشته بود که شماره این هواپیما، من چون حرفامو میدونید من حرفامو مستند میذارم، الکی نمیذارم، هواپیمای ایشون هواپیمای 7025 بود، حتی این شماره هواپیما. و بعد از اینکه ایشون دیگه نمیشد، میدونی که شما خودتون خلبان F5 بودین، همچنان مازندرانی هم شما میدونی که دد استیک لندینگ نمیشد و باید بپرید، و ایشون در آخرین لحظه دیگه از هواپیما پرید بیرون و هواپیما به نرمی اومد روی خاک و روی شخما تاچ کرد، و بعد این هواپیما رو اومدن با شینوک بلند کردن دوباره آوردن توی پایگاه، موتوراش عوض کردن، دوباره این هواپیما برگشت به خدمت کرد. میگم که ببینید ایشون چنین خلبانی بود، یک هواپیما ایشون تاپ کرد. میخوام بهتون بگم زمانی که در 31 مهر ماه ایشون ایجکت کرد، شاید باور نکنید با اینکه ایشون معاون عملیات پایگاه چهارم بود، با اون دردسرهایی رو که جناب فرغانی اشاره کردن، ایشون در مأموریت 26مین مأموریت خودش ایجکت کرد. یادمون باشه در 10مین مأموریتش ایجکت نکرد، در 15مین مأموریتش نبود ایجکت، در 26مین مأموریتش ایجکت کرد. ببینید حسین یزدانشناس وقتی که ما در مورد صحبت میکنیم اینطور اسطوره‌ای بود، در مورد خاطری که جناب جدیدی کرد، جناب عباس جدید کرد، ایشون خودش داوطلب سر در این مأموریت ها بود. ایشون خودش در مأموریت کمان 99 پرواز کرد، بدترین مأموریت ها